با سلامی گرم و صمیمانه، سهیلا دانا هستم با همکارم نگار نادری با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی. با ما همراه باشید. یک سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و انقلاب زن زندگی آزادی میگذره و در این مدت جمهوری اسلامی نه تنها با برقرار کردن جبهه به شدت امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان جلوگیری میکنه، بلکه اعضای خانواده اونها رو مورد ضرب و شتم و تهدید و زندان قرار داده و یا دست به تخریب سنگ قبرهای این جانباختگان میزنه. همچنین فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری که جمهوری اسلامی وحشیانه اون رو در زندان به قتل رساند، از تحت فشار بودن پدر و برادران بازداشت شدهش نوشت: مردم، 30 شهریور تصاویر حمله نیروهای جمهوری اسلامی رو به خونمون دیدی. شما دیدی چطور با گلوله و گاز اشکاور حمله کردن به یک خانواده داغدار. شما نفس گرفته دلوان 2 ساله از گاز اشکاور رو دیدید. حال بد مادرم رو روی تخت بیمارستان دیدید. حالا پدر و برادرم رو بازداشت کردن، گروگان نگه داشتن تا به شما مردم بگن هرچی به چشم دیدید و با گوش خودتون شنیدین دروغ بوده. احمقا برادرم رو در بازداشت نگه داشتن تا با زخم روی پیشونیش جلوی دوربین بگه کتکم نزدن. دیگه واقعا نمیدونم از حجم جنایت و رذالت بی نهایتشان زار بزنم یا به حماقت و بلاحت بی پایانشون بخندم. بله، میبینیم که خانواده های جانباختگان تحت فشار، اذیت و آزار و در زندان به سر میبرند. در همین رابطه امروز با کامران چاتل، فعال سیاسی، همراه میشیم تا گفتگوی داشته باشیم با هم در این زمینه. خیلی خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. همجوری که میدونید در سالگرد کشته شدگان انقلاب که ما هر روز شاهد سالگرد یک و یا چند تن از اونها هستیم، میبینیم که این سالگردها با برخوردهای شدید از طرف جمهوری اسلامی روبرو میشه. شما این رویکرد جمهوری اسلامی رو چجوری میبینید؟ با درود به شما و همه همکاران عزیزتون و ملت غیور ایران و دیگر عزیزان شنونده. ببینید، جمهوری اسلامی از روی استیصال و ضعف متاسفانه با این قضیه داره رویکرد امنیتی نشون میده. البته این امنیتی هم نمیتونیم اسمشو بذاریم، با این ضد امنیت اتفاقا داره این کار میکنه. میاد دست میزنه به بازداشت خانواده های زندانیان سیاسی، کشته شدگان، جانباختگان انقلاب، مثل حالا تو شب وفات مهسا عزیز، این دختر نازنین ایران زمین، میاد پدرش، مادرش و دیگران دستگیر میکنه و در دیگر قسمت ها همینطوری در شهرستان های دیگه هم اخبارش رسیده که این خانواده ها رو دستگیر کرده برای آروم کردن جو و نمایش قدرت خودش. در اصل این نمایش قدرت نیست، من یه فکر کنم چیزی هم زدم نوشتم، این نشانه ضعف حکومت بود و حکومتی که قادر و مقتدر باشه و به اوضاعش مسلط باشه، از یه هیجان، از یک سالگرد، از یک سال مرگ، از یه چیز عبایی نداره، ترسی نداره. پس اینجا باید بگیم هم یا نقطه ضعف جمهوری اسلامیه و اون نقطه متاسفانه کور این قضیه است که جمهوری اسلامی دست زده بهش و اشتباه هم میکنه، قطعا اشتباه میکنه. این روند ادامه پیدا میکنه، در تاریخ ایران بوده که در سال مرگ ها، هفته ها، فلان، هم در 57، در انقلاب 57 هفته میرفت تو چله، چله میرفت تو سال، سال میرفت داخل سوم و دوباره تکرار مکررات میکنه و همیشه مستبدین و استعمارگران و فاشیست ها همیشه این اشتباه رو دارن. دقیقاً. خب به نظرتون آیا ادامه این برگزاری مراسم و سالگرد ها میتونه تأثیر داشته باشه در ادامه اعتراضاتی که همچنان طی چند سال ادامه داشته و هنوزم ادامه داره؟ شکی نداشته باشه، بی شک این قضیه وجود داره و این روند خیزش و جنبش انقلابی دیگه در ایران خوابیدنی نیست به هیچ عنوان. ببینید، کسی که خون داده، عزیز از دست داده، قطعا یک پدر و مادر تنها نیستن، دوست داره، پتر خاله داره، دختر خاله داره، همسایه داره، اینا رو همه دشمن کرده با خودش و این اومده جلو. شما یک نفر رو میکشی
در حقیقت یک خانواده رو داری داغدار میکنی، یک طایفه رو داری از اسیر این قضیه میکنی. و الان قضیه ملی شده، اینایی که جان باختن، کودک کوچیک، کارگر یا نمیدونم جوانی که کشته شده، اینا دارن به هم پیوند میخورن. شما داری یک تشکل قوی داری پیدا میکنی، کارگرها دارن میان دفاع میکنن، تجمعات کارگری، از کشته شده و خانواده های جان باخته. شما میبینید طیف معلمین دارن شعار میدن از این قضیه. همین بچه های همین هایی که کشته شدن توی مدرسه های اینا بودن، تو معلم های همین آقایون بودن، یا خود معلم همین دانش آموزایی بودن که الان دارن میان شعار سر میدن. این خانواده ها مطمئن باشید جویبارهای کوچیکی هم اگه باشن دارن میرسن یک رودخانه بزرگ با یک حجم زیاد نارضایتی داره به صورت سیل میزنه به صخره اینا، حتی اگر اینا صخره فرض کنیم، و قطعا این صخره رو از بین میبره در مسیر. دقیقا. خب ببین، جمهوری اسلامی در طی سال گذشته حداقل ادعا کرده که اعتراضات دیگه وجود نداره و تونسته اوضاع رو تحت کنترل داشته باشه، ولی ما هر روز همجور که خودتونم به درستی اشاره کردی شاهد دادخواهی تک تک خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن هستیم. این ادعا باید بگیم این دروغ تناقض، و به نوعی باید بگیم این نگرانی جمهوری اسلامی چه چیزی رو نشون میده؟ استیصال، ضعف، فرومایگی، دروغ، تزویر، چیزی که از روز اول جمهوری اسلامی باهاش اومد روی کار. من مجبورم یه تیکه بزنم به قبل. یادم میاد یه صحبت از آقای طالقانی بود، میگفت که ما زمانی که انقلاب شد تو زندان بودیم، گفتیم ما هیچ آمادگی نداریم، الان باید چه کار کنیم، ما هیچ فردی نداریم. ببین این حرف پشتوانه قوی داشت. اون توی جنبش بود، اون شخصی که از افراد انقلابی بود، حالا بر علیه اون زمان خودش، اون شخص تمام نقاط ضعف و تمام نقاط قوت سیاسیون اون روز رو میدونست. ببینید جمهوری اسلامی با دروغ خمینی، با فریب بزرگ خمینی اومد سر کار، گفت آقا همه مارکسیستا آزادن، سوسیالیستا آزادن، چپا میتونن فعالیت کنن، ملی مذهبی ها میتونن، من با برم تو مدرسه بشینم. این دروغ بزرگی بود که گفت. حالا شما از همین حکومتی که از نطفه به مردم دروغ گفته، توقع دارید در مقابل این خیزش ملی، این جنبش عظیم، این سهمخواهی ملت از حکومتی که تمام امکانات این بچه ها رو گرفته، زنان رو گرفته، مردان رو به سخره گرفته، اصلا نمیتونم بگم از این مسخرهشون کرده، همه جامعه رو انگار مسخره کرده و قبول نداره انگار جامعه مدنی و سیاسی ایران رو، همه رو اومده به یه شکل خیلی بدی، مثلا با نمایش قدرت پوشالی اومده جلوش نیست داره. حالا این نمایش قدرت پوشالی گهگاه ترسونده، گهگاه اتاق امنیتی و فکری، چون هم موفق بودن، ولی قطعا نمیتونیم بگیم که جمهوری اسلامی حتی تونسته در جوامع بین‌المللی، جایی که ایران نمیشناسن، ایرانی نمیشناسن، اخبارها که رسید مردم دیدن، مردم دنیا طلبکار شدن در جنبش مهسا، در جنبش زن زندگی آزادی معنا گرفت. جنبش زن زندگی آزادی دنیا رو تکون داد. هر کس هر اسمی دیگه میخواد بذاره باطله، یک کلمه بیش نداریم. جنبش ایران جنبش پیروزمندانه و خردمندانه بوده که با این پوشال ها و افراد پوشالی و با سرب داغ و با نیزه و با درفش قطعا نمیتونه بخواد، و یه خیال محض جمهوری اسلامی، فکر نمی کنم. داره بیشتر این فعالین رو به هم میچسبونه، حالا شما شاید مخالفت ها رو ببینی، ولی در اصل تمام این قضایی داره به هم پیوند میخوره و مطمئنیم دور نیست. حالا اگر زود هم نباشه، تاریخی نتونیم اعلام بکنیم، قطعا میدونیم که به صورت خیلی زود مردم آتش زیر خاکستر شعله میشه و این بار انبار دینامیت میشه. دیگه از سوالم میخوام یه سوال دیگه در زمینه زندانیان سیاسی راستش بخوام بپرسم. میدونیم در جریان انقلاب نه تنها خانواده جان باختگان تحت فشار و اذیت از قرار گرفتن، بلکه فعالین سیاسی که سابقه زندان داشتن دوباره
به زندان رفتن و یا زندانیان سیاسی که در داخل زندان هستند تحت فشارهای شدیدتری قرار گرفتن. به طور مثال اعتصاب 13 تن از زندانیان سیاسی در حمایت از اعتراضات مردم که از 25 شهریور تا الان ادامه داره و بنابر گزارشاتی که رسیده تلفن اونها قطع شده، ارتباطشون با خانواده ها ناممکن شده. اگه از آخرین وضعیت اونا خبری دارین از ما رو در جریان قرار بدید و چقدر این فشارها به نظرتون میتونه تاثیر داشته باشه روی وضعیت روحی زندانیان سیاسی که همیشه از اعتراضات مردم حمایت کردن و میکنن. ببینید 13 تا از عزیزان هستن: رضا سلمانزاده، احمد رضا حائری، کامیار فکور، سپهر امام‌جمعه، زرتشت احمدی، راغب، مسعود رضا ابراهیمی نژاد، جعفر ابراهیمی، سامان سعیدی خواننده رپ بود، محمد شافعی، حمزه سواری فعال عرب، سعید ماسوری از بچه های سازمان مجاهدین، لقمان امینپور و افشین بایمانی. حالا من گفتم چند تا نهله هم گفتم داخلش، حتی بچه های مشروطه مثل رضا سلمان زده. ببین اینا به صورت خیلی تا اونجایی که ما اخبار از خانواده ها از دور از نزدیک از تو زندان از بچه های سیاسی پیدا کردیم و زندانیان که حالا یه دوره هم دورشون بودن اطلاعاتی دارن ازشون، اینا رو به صورت خیلی عجیب و غریب اومدن یک شبه برداشتن، صداشون کردن بدون که داروهاشون رو بردارن و سوالشون، خیلیشون بیمار هستن مثل زردوش، مثل خود ماسوری، اینا بیماری خاص غالبا تو زندان رو دارن دیگه. حالا یکی معده درد داره، یکی سرطان داره، یکی سردرد داره، هر کس به یه شکلی. اینا اجازه برداشتن داروشون هم ندادن و متاسفانه بدترین شکلش این بود که اینا رو موقعی که برده بودن که سوار من گفته بودن کجا میریم، حالا بهشون رئیس من کارت داره، رئیس زندان کارت داره، اینا رو به این شکل از من خارج کردن بدون که هیچ وسیله اینا اجازه داشته باشن وردارن. بعد اینا رو میانم میگن ما نمیایم، کجا داریم میریم، با ضرب و شتم اینا رو سوار ماشین میکنن و از اون منطقه خارج میکنن و انتقالشون میدن به زندان قزلستان. طبق روایت های خیلی صحیح از منابع موثق، رئیس زندان قزلحصار اول اینا رو تحویل نمیخواد بگیره. اینجا من بند امنیتی ندارم، بند سیاسی ندارم، تحویل میدن، طبق دستور تحویل میدن. اینا رو همه رو جمع میکنن توی انفرادی، یعنی 13 نفر رو اونجا، تا خود رئیس زندان به شواهد عینی که موجوده، خبرهایی که موثق به دست ما رسیده، میاد میگه من نمیتونم شما رو اینجا نگه، من همچین بندی برای نگهداری شما نه، اصلا شما نبا اینجا میابردن، من نمیدونم با شما چی کار کنم، هیچ وسیله شما الان همراهتون نیست. در مقابل همین زندانیان اعلام میکنه که آقا من نمیتونم شما رو تحویل بگیرم. خب چند روز اینا رو نگه میدن، بچه ها از همون شروع که این قضیه پیش میاد انتقالشون میدن وارد اعتصاب غذا میشن، حتی یکی دو سه روز وارد اعتصاب غذا خشک و تر شده بودن که این قضیه رو بساط جنبندی بکنن و برسن به این قضیه ببینن برای چی اومدن اینجا. همزمان تو زندان اوین هم اتفاقا یک سری از دوستان، از کسایی که هم اتاقیشون بودن هم بندیشون بودن، سوال میکردن، بالاخره همزیستی دارن دیگه، حالا با هر نهله فکری سوال میکنن که اینا کجا رفتن، چه اتفاقی براشون افتاده، حتی دلنگران میشن و بعد اینا رو دوباره میکنن تو سویت های مجزا، چند تا این و چند تا اون و رو سویت که نه انفرادی کوچیک. بعد دوباره باز اینا رو الان انتقال دادن در بند به حساب افراد خطرناک، بند دو باشه، اگر اون اسم چیزش یه چیزی من دقیق تو ذهنم نمونده، توی قسمتیه که اینا مجرمین خطرناکن، مواد مخدرن، قتلن و بسیار، اینجا یه طرح میتونه کنارش باشه، یه پروژه باشه، چون دقیقا این 13 تا اکتی بودن که در زندان اوین طی سالهای گذشته بوده. یکیش مثل ماسوری چندین بار چند 12-13 سال زندان داره حداقل اگر اشتباه نکنم، یا رضا سلمانزاده بچهش کشته شده، علاوه بر بچهش کشته شده از 90 تا حالا همینطوری درگیر بوده با جمهوری اسلامی، یا مثلا
سامان سیدی یه رپره، یه بچه جوون اعتراض کرده گفته من نمیتونم وضع تحمل کنم، اونم آوردن تو این قضیه. و وضعیت جالبی نیست. ما امروز خانم دالوند باید فکر میکنم بیشتر رو این قضیه باید تلاش بکنیم. و نکاتی هم شنیده میشه که گرگو همین 13 تا در زندان اوین برای قرص های روانگردان هم مشکل داشتن که میووردن میدادن پخش میکردن بین بچه ها. و خیلی ها دارن میترسن از این قضیه که احتمال داره اینا جونشون در اینجا در خطر باشه، که شک توش نیست. خانواده هاشون به شدت ناراحتن، تلفن ندارن اینا به کسی بزنن، وضعشون رو کسی اطلاع نمیده متاسفانه. خودشون هم به هیچ عنوان الان دسترسی به، فکر میکنم الان داروهایی که داشتن یا پزشک یا بیمارستان ندارن، چون هیچ گونه اطلاع خاصی نیست. اینا فعلا زمانی که وارد این بند شدن تا حالا اطلاعات بعدی که از طریق زندانی دیگه بتونیم به دست بیاریم، شرایط خیلی ناجوری داره و احتمالاً جمهوری اسلامی شاید به این نتیجه هم رسیده باشه از این طریق مثل دیگر قتلا بخوام اینا رو از طریق مثلا یه سری اوباش حذف فیزیکی بکنیم. بسیار باید این قضیه کار کرد و بسیار باید شبکه ها به این بپردازن. ممنون از شما و یک بار دیگر تشکر میکنم از حضورتون در برنامه برای آزادی زندانی سیاسی. سپاسگزارتونم و تشکر میکنم از وقتی که به ما دادید. گفتگوی من رو با کامران چاتر در مورد وضعیت خانواده های بازداشت شده، خانواده های جانباختگان و وضعیت زندانیان سیسی شنیدیم. در این قسمت بریم سراغ ابوذر سرجو در بخش گزارش. سلام میکنم به شما ابوذر، بشنویم از شما. من سلام میکنم به بینندگان برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. گزارش امروز در مورد بازداشت و تهدید آزار و اذیت خانواده‌های جانباختگان هست. پیش از 2 ماه مانده بود به سالگرد کشته شدگان مهسا امینی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و آغاز شروع انقلاب سراسری ایران، زن، زندگی، آزادی، فشارها و تهدیدهای سازمان اطلاعات علیه خانواده‌های کشته شدگان این انقلاب افزایش یافت، به طوری که تنها در یک هفته اول دست کم 10 تن از اعضای خانواده های جانباختگان انقلاب سراسری زن، زندگی، آزادی بازداشت و احضار و بازجویی شدند و برای برخی از این خانواده حکم حبس و شلاق صادر کردند. از جمله می توان به تعدادی از این خانواده های جانباختگان نام برد: فرامرز آبیل، نوجوان 15 ساله برادر اسماعیل آبیل براهویی از کشته شدگان جامعه خونین زاهدان، و شرمین حبیبی همسر فریدون محمودی از کشته شدگان انقلاب سراسری نیز در حالی بازداشت شد که تنها سرپرست فرزند 7 سالش بود و ماشاءالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی معترض اعدامی و حسن و ماردین در افتاده، پدر و برادر کومار در افتاده، مهسا بصیر توانا خواهر مهران بصیر توانا از جانباختگان انقلاب سراسری که مادر 2 فرزند هست در فومن بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. و خانواده های جانباختگان مجید کاظمی، سارینا سایدی، مهسا مگویی، ابوالفضل آدینه‌زاده، کیان پیرفلک و بسیاری از خانواده های جانباختگان از سوی نهادهای اطلاعاتی تحت فشار قرار گرفتند و از پدر مهسا امینی، امجد امینی، خواستند مراسم سالگرد مهسا را لغو کنند. نیروهای سرکوب اطلاعات خانواده های جانباختگان را تهدید کردند که بگویند ما مراسم سالگرد عزیزانمان را برگزار نمی کنیم یا مراسم را لغو کردیم. دور قبر تعدادی از کشته شدگان را بر دیوار کشیدند و یا با بلوک‌های سیمانی جلوی قبرستان‌ها را مسدود کردند تا خانواده‌ها نتوانند بر سر مزار بچه‌هاشون بروند، و یا خانواده‌های جانباختگان از سوی گروه فشار اطلاعات مورد تهدید قرار گرفتند که مراسم سالگرد عزیزانشان را در سکوت برگزار کنند
و یا حتی تعدادی از قبر کشته شدگان را تخریب کردند و تهدید کردند که خانواده های جانباختگان در فضای مجازی فعالیت نکنند. همه این تهدیدها و آزار و اذیت و بازداشت و زندان فقط برای جلوگیری از انقلابی که شروع شده به نام انقلاب زن زندگی آزادی است. ولی با تمام این فشارها هرگز نتوانستند ذره ای از مقاومت و اعتراض خانواده های جانباختگان و مردم را خلل ایجاد کنند و مردم با شعار میریم تا سرنگونی رژیم و انقلاب زن زندگی آزادی را پیش میبریم. با شروع مهر ماه و بازگشایی مدارس یادی کنیم از کودکانی که این روزها باید به مدرسه میرفتن، کودکان و نوجوانانی که در انقلاب زن زندگی آزادی به دست جلادان جمهوری اسلامی کشته شدند. این همه عزیز غایب بودند، غایب نبودند، خیلی هم پیدا بودند، در وجود تک تک هم کلاسی ها و هم مدرسه ها، در وجود معلمان، در وجود سرایداران مدرسه که شاهد پریدن ها و بازی کردن های کودکانشان بودند. در آغاز روز بازگشایی مدارس اینان حاضرترین غایبان بودند. نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم. بر طبق آمار به ثبت رسیده در طی 9 ماه گذشته دست کم 110 دانش آموز و همچنین 47 معلم در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و 17 معلم و 5 دانش آموز نیز به حبس و شلاق محکوم شدند و تا به حال تعدادی از معلمان اخراج شدند. شورای بازنشستگان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی بیانیه‌ای رو منتشر کردند. در قسمتی از این بیانیه اومده خبر بازخرید و اخراج محمد حبیبی در اولین روز مهر ماه بار دیگر گواهی است بر سرکوب سیستماتیک معترضان و کسانی که علیه وضعیت غیر قابل تحمل کنونی به پا خواستند. جای معلم زندان نیست. در سال 1401 معلمان آگاه و متحد در صحنه انقلاب زن زندگی آزادی و در کنار دانش آموزان، کارگران و زنان و دیگر اقشار جامعه حضور داشته و شعار اتحاد همدلی سر دادند. رفع تمامی تبعیضات در ساختار آموزش و پرورش، پایان دادن به خصوصی سازی ها، آزادی بی قید شرط همه معلمان و دیگر فعالین زندانی، برگشت به کار تمامی اخراجیان و بازنشسته شدگان پیش از موعد، تأمین معیشت و درمان معلمان در حد بالاترین استاندارد جهانی و حق تحصیل رایگان و با کیفیت برای همه از جمله مطالبات معلمان بوده و هست. سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه، رو سری تو در بیار موها تو باز 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 تو عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار موها تو باز 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 کن، عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن، رقص خوشه های سرخ بغض من تمام موی تو، خیس میشه صورتم میرسم به آرزوی تو، سری تو در بیار هوا رو صاف 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 کن، عشق من نترس، برد به بوس اعتراف کن، رو سری تو در بیار هوا رو صاف 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 کن، عشق من نترس،
هانه نعمت اللهی رو از بخش سرخط خبرها رو همراهمون داریم. سلام هانیه، بشنوید از شما آخرین خبرها رو در مورد زندانیان و بازداشت شدگان رو. درود به شما سهیلا و بینندگان برنامه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من هانیه نعمت اللهی خبرهای هفته گذشته رو به اطلاع شما عزیزان میرسونم. حاتم ازدمی، شهروند تبعی کشور ترکیه و زندانی در زندان ارومیه، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی، از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده است. علی نورانی، کارگردان تئاتر، علیرغم گذشت 6 روز از زمان دستگیری، به صورت بلا تکلیفی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی، از جانباختگان اعتراضات سراسری 1401، علیرغم گذشت بیش از 1 ماه از زمان دستگیری، به صورت بلا تکلیف در زندان قائمشهر به سر می‌برد. پیام باستانی پاریزی، زندانی سیاسی سابق و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401، پس از گذشت 12 روز از زمان دستگیری، از بازداشتگاه 1 الف سپاه پاسداران به زندان اوین منتقل شد. ساناز تفضلی، شهروند بهایی در زندان وکیل‌آباد مشهد، علی‌رغم گذشت 10 ماه از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت به سر می‌برد. این شهروند بهایی چندی پیش به 10 سال و 9 ماه زندان محکوم و پرونده وی به دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال شده است. غزاله باقرنیا، شهروند ساکن مشهد، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به مجموع 6 سال و 9 ماه و 18 روز حبس تعزیری محکوم شده است. شنبه اول مهر ماه، سحر صالحیان، دانشجوی رشته پرستاری، طی هجوم وحشیانه نیروهای حکومتی در شهر سقز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در هجوم گسترده نیروهای وزارت اطلاعات به 2 شهروند اهل خرم‌آباد در تهران، مجید رضایی با شلیک مستقیم گلوله به هلاکت رسید و ایمان حسنوند به شدت زخمی شد. این شهروندان از دوستان ایمان همتی بودند که خرداد ماه سال جاری با تیراندازی ماموران در تهران کشته شدند. سلمان زندیان، شهروند ساکن کرج، روز شنبه 1 مهر ماه توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. حکم حبس صادره علیه سعید روستایی، کارگردان و فیلمنامه نویس، و جواد نوروز بیگی، تهیه کننده فیلم برادران لیلا، توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. این افراد پیشتر به دلیل ساخت و پخش این فیلم به 6 ماه زندان محکوم شده بودند که بخشی از حکم صادره قابل اجرا و مابقی به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمده بود. صادق بیگ محمدی، شهروند اهل شاهین دشت، بامداد 1 شنبه 2 مهر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. با سپاس از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی. جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطره. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی لیستی از بازداشتیان زیر حکم محاربه و اعدام رو تهیه و منتشر میکنه. این لیست هفتگی به روز میشه. از شما تک تک بینندگان برنامه میخوایم که کمک کنید تا به هر شکل و طریقی که ممکنه مانع اعدام جوانا و مردم معترض جامعه بشیم و صدای فریاد آزادی تک تک این زندانیان سیاسی باشیم. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. اخبار و گزارشات خودتون رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملاحظه میکنید و همچنین از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال کنید. منتظر نکات و پیشنهادات شما هستیم. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی، برای شما بهترین‌ها رو آرزو میکنم.